سلام وقتتون بخیر باشه کابینه سیبان رئیسی روز چهارشنبه به طور رسمی در رسانه ها اسامی کسانی که درش مطرح شده ظاهرا به مجلس هم ارائه شده و حرف مختلفی در شبکه اجتماعی پیرامونش داره مطرح میشه بعضی ها به این اشاره کردن که کابینه هفت سال جوانتر شده بعضی ها اومدن به این اشاره کردن که خب پس جوانها کجا هستن چرا تعداد جوان‌های کابینه کم اشاره در بعضی از پوست ها کسانی استفاده شدن که سنشون بیشتره و بحثی از این دست هست حالا ریستر اگر بخوایم بشیم تو این قضیه همین رگه های از همین بحث ها رو در نوع توییت زدن بعضی از کاربرها که تخصصی دارن توییت میزنن هم میبینیم شاید خودشون به این نکته دقت نکرده باشن ولی برای مثال یه کاربری رو من دقت میکردم در توییتش اومده بود یکی از اعضای کابینه رو نقد بکنه گفته بود که این شخص که در کابینه داره استفاده میشه این رزومه قوی نداره بعد وقتی بررسی میکردی میدیدی این کاربر داره به شخصی اشاره میکنه و کاربرهای دیگه که میان برخی از اعضای کابینه رو نقد میکنن میگن اینا رزومه ندارن دارن به, شخ... دارن به اشخاصی اشاره میکنن که اتفاقا سنشون سن در کابینه از بقیه پایینتره. یعنی یکی از چالش هایی که ما همین الان متوجه شدیم باش رو رو هستیم و باید داشت یک فکری بکنیم اینه که بالاخره چیکار باید بکنیم جوانگرایی باید بکنیم اگر جوانگرایی کردیم و یک جوانی آمد که احساس کردیم که کار آمده و طبیعتاً رزومه نداره دیگه رزومه نداره برای اون سمتی که ما انتخابش کردیم میخوایم چیکار بکنیم به خاطر رزومه نداشتن میخوایم باش خدافزی بکنیم یا میخوایم تاییدش بکنیم این جوانگرایی چطور میخوایم تحلیل بکنیم این نکته هست که شاید اگر بخوایم حرفه‌ای دقیق و قابل تحمل و با نگاه بلند مدت به مسئله نگاه بکنیم نه صرفا در کابین سید ابراهیم رئیسی در همه کابینه ها باید بهش توجه و تحمل کرد این نکته اولی هست که در روی کابینه وجود داره درباره اعضا و افرادی که اسمشون داخل کابینه نیست یک ویدیو ساختم ببینید حتما نکاتی که وجود داره رو اونجا گفتم و درباره افرادی که اسمشون هست نکات مثبتی رو میشه مطرح کرد نکات منفی رو هم میشه مطرح کرد برخی از افراد خیلی قابل دفاعن برای مثال در وزارت خارجه که فکر می‌کنم خیلی هاتون با من هم نظر باشید من تو اینو داخل پنتیز بگم من احساس می‌کردم یعنی وقتی بحث امیر عبداللهیان مطرح می‌شد که می‌گفتن ابراهیم رئیسی ممکن ازش استفاده کنه من یکی از دوستان گفتم احتمالا احتمالاً امیر عبداللهیان استفاده نمی‌کنه و امیر عبداللهیان جایگاهش بالاتره یک شخصی هست کنار امیر عبداللهیان که اون هم انسان قابل احترامیه و چون من گفتم جایگاه امیر عبداللهیان بالاتره الان اگه اسم اون رو بیارم خب طبیعتا تضیف این شخص هست به خاطر این به اسمش اشاره نمی کنم گفتم احتمالا فلانی رو استفاده میکنه امیر عبداللهیان یه صد بالاتر باید بهش نگاه کرد ولی پیشنهاد شده امیر عبداللهیان هم قبول کرده و فکر میکنم که یکی از بهترین گزینهای هست که من داخل این کابینه دیدم یه ویدیو قبلا در روی امیر ساختم و در مستندهایی که غربیها ها درباره این شخص ساختن درباره تحولات و منطقه ساختن یه چیزی رو کنار اسم این آدم استفاده میکنن تحت عنوان سایه جنرال ایرانی این جمله ای که آمریکایی در خصوص امیر عبداللهیان میگن در مستند کانادایی که درباره نبرد سایه ها بین ایران و آمریکا برای شما پخش کردیم هم به همین اسم اشاره شده بود درباره امیر عبداللهیان یه نکته میخوام یادآوری بکنم بعد بریم چندتا کامنت بخونیم اگر خواستید بعدش Uh, بیایم در ویدیوهای بعدی باز کابینه رو تحلیل بکنیم این حالت برمیگرده به نگاه شما و برمیگرده به حالت روحی شما اگه حال حوصله دارین دوست دارین درباره کابینه بیشتر صحبت بکنیم بگین من چند تا ویدیو دروش بسازم چون میدونم بعضی از دوستان من همچنان به خاطر نبودن دکتر جلیلی و دکتر سید محمد در کابینه ناراحتن اگر احساس میکنید دوست دارید درباره کابینه بشنوید و صحبت بکنیم به هم بگی در کامنت در کامنت ها که اینو ادامهش بدیم ولی اگر احساس میکنی که الان حستون استاد به این داستان خوب نیست در کامنت ها باز یادآوری بکنید که من برای به اصطلاح کابینه توی روسای و دیگه کلا وقت نذارم یه نکته داخل پنتز میخوام بگم خب یه سری از بچه‌ها اومدن گفتن کابینه خوب نیست حرفای هم زدن پیرامونش و یک سری ها هم به خصوص بیشتر دوستانی که من اینها رو به عنوان فعالان رس... رسانه نزدیک به دولت آی میشناسم اینا اومدن تاکید کردن گفتن کابینه بده من یه سوال دارم دو نفر که ما تاکید داریم میگیم که میشد در کابینه باشن و میتونستن موثر باشن اونا به کنار شمایی که میفرمایید کابینه بده الان میتونید یه در دوازت اسم نام ببرید که اینا انتظار داشتید داخل کابینه باشن میدونم منظورم چیه به خصوص رفقای غربگرای ما و رفقای فعال رسانه نزدیک به دولت های روحانی که میگن کابینه بده اگه الان بهشون بگید در توییتر یه 15 تا اسم من بگید من ببینم کیارو خواستید بذارید داخل کابینه اینا اسم ندارن ارائه بدن صرفا راه افتادن دنبال یک حرفی که کابینه بد است و یک ناامیدی رو به طور کامل در بین رفقای ما ایجاد کردن و من امیر عبداللهیان یکی دو تا نکته براش بگم بعد کامنت بخونیم بعد برمیگردیم به کامنت های شما ببینیم که نگاه شما در خصوص تداوم این ویدیو درباره تحلیل کابینه چیه یه ماجرایی میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به سال 95 یک ماه قبل از اینکه سال 95 بیاد یه روزنامه کویتی یه مطلب رو کار میکنه میگه که دولت حسن روحانی تصمیم گرفته برای اینکه برادری خودش رو برای اینکه برادری خودش رو به ملک سلمان و بن سلمان و شاه سعودی اثبات بکنه میخواد امیر عبداللهیان رو از سمت خودش سمتی که در وزارت امور خارجه داشته برکنار بکنه خب خیلی ها اون موقع متعجب میشن امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت اون خارجه بوده یک شخصیت موثر در حوزه تحولات منطقه خب وزیر اون خارجه ما آقای جواد ظریف بوده ولی یک جلسه ای رو مقامات اروپایی با امیر میذارن در اون جلسه سوال هایی رو در خصوص منطقه داشتن بیش از یکی دو ساعت بحث میکنن من قبل اینو مفصل توضیح دادم و سوالاتی رو میپرسن نگاه ایران به قضیه چیه شما ایدتون چیه پیشنهادتون چیه میشن کامل در خصوص این قضیه از این شخص میپرسن چون یه آدم بسیار مسلطی هست و یک آدمی هست که در حوزه تحولات منطقه و شناختی که از منطقه داره به شدت میشه روی آدم حساب کرد من به شدت امیدوارم که وزارت اون خارجه ما با وجود یک شخصی مثل امیر عبداللهیان بتونه به این سمت هدایت بشه که از ظرفیت بازار 700 میلیونی همسایه های ما برای اثرگذاری بر معیشت مردمی را استفاده بکنه ما میتونیم صادرات داشته باشیم به این کشور دیگه میتونیم از این کشورها استفاده بکنیم برای اینکه درآمدزایی داشته باشیم این چیزی هست که امیدوارم در دوره امیر هم بتونیم به سمتش حرکت بکنیم و انقلاب در وزارت امور خارجه چیزی که امیدوارم بعد از این شخص بعد از حضورش حضور این شخص تایید صلاحیت شدنش در مجلس در وزارت امور خارجه شاهدش باشیم برگردیم به بحث خودمون یک مطلبی رو اسفند ماه سال 94 روزنامه کویتی کار میکنه میگه دولت جواد ظریف و حسن روحانی تضمین دادن به شاه عربستان تحت که ما ما امیر عبداللهیان رو برکنار میکنیم از این سمت برای اینکه دست دوستی خودمون رو به سمت شما در منطقه دراز کرده باشیم خب اون موقع دولت مثل همیشه تکذیب میکنه میگه این حرفا دروغ هستن این چیزایی که میگن صحت نداره این حرفا رو از کجاتون در آوردید یه سری دلواپس یه چیزهایی دارن میگن که اونا مبتنی بر واقعیت نیست میگذره داستان میگذره تا تیر ماه سال 95 تیر ماه سال 95 یک جلسه برگزار میشه و این جلسه بذارید دقیق شما برای شما بیارم در اروپا برگزار میشه در کشور نروژ و آلمان یک جلسه ای رو داشته آقای ظریف اونجا به جای امیر عبداللهیان سخنگوی وزارت امور خارجه حاضر میشه خیلی ها این اپام رو مطرح میکنن که همون داستان است که گفته بودیم یعنی امیر عبداللهیان رو اینا زدن کنار حذفش کردن و سخنگوی وزارت امور خارجه رو بردن جایگزینش کردن برای این سمت و به نوعی همون حرکتی که روزنامه کویتی گفته بود انجام دادن یک هفته گذشت بعد مشخص شد که بله آقای جواد ظریف امیر عبداللهیان رو کنار گذاشته و شخص دیگه رو جایگزین کرده نکته جالبش اینجا بود که به شدت رسانه های عربی و رسانه های نزدیک به حاکمیت عربستان از این بابت خوشحال بودن و چقدر در رسانه هاشون به این قضیه پرداختن که یک چهره مؤثر ایرانی یک چهره مؤثری که پیشبرد اهداف ایران در وزارت خارجه این کشور داشت انجام میداد هست شده و از دستگاه دیپلماسی این کشور کنار رفته این قد و امیر عبداللهیان هست برای توضیح دادن پیرامون این شخصی می همین کافیه و همین مسئله که گفتم وزن این شخص برای مشخص میکنه هم آمریکایی ها هم اروپایی ها به شدت تاکید داشتن تایید نشده های غیر رسمی میگه به شدت تاکید داشتن به شدت جواد ظریف میگفتن که این کاراکتر باید کنار بره. خوشحال کننده است و امیدوار کننده است که یک همچین شخصی در رأس وزارت امور خارجه ما گرفته اما یه سوال این آدمی که شما گفتید میتونه تنش رو کمتر بکنه میتونه یه کاری بکنه که تنش کم بشه تعامل بین ما کشورهای عربی و کشورهای اروپایی زیاد بشه با این تعریفی که من گفتم اگر رفتار امیر عبداللهیان و رفتار کشورهای عربی و اروپایی رو نسبت به ایشون بررسی بکنید متوجه یه نکته میشید جلساتی که اینها با امیر عبداللهیان برگزار میکردن بعضا تایمش از جلساتی که با مقامات وزارت امور خارجه ما داشتن بیشتر بوده برای مثال نماینده اروپا در یکی از جلسات درخواستی رو مطرح میکنه میگه که من پنج دقیقه میخوام گفتگو داشته باشم با این شخص جلسه پنج دقیقه ای که اونجا میخواستن مطرح بکنن بیش از دو ساعت میشه بیش از دو ساعت اینا میشن گفتگو که من الان حضور ذهن ندارم ولی قبلا در ویدیویی که برای شما به این اشاره که یک گفتگوی سازنده که ایران با اروپایی‌ها داشته از سر قدرت همین اتفاقی بود که اونجا میفته یعنی میش امیدوار بود میشه امیدوار بود که اتفاقات خوبی با قرار گرفتن این شخص در رأس وزارت امور خارجه ما بیفته البته همه اینها ربط داره به اینکه در مجلس ایشان تایید بشون یا نه اگر موافق باشید بریم کامنت های شما رو با هم بخونیم بعضی از کاراکترها یه جوری احساس یعنی می‌کنم که خیلی نیازی است که رزومه این افراد بررسی بشه یعنی طرف وزنش یه جوریه یه خورده از داستانش رو بگه همه متوجه میشن این کیه و دیگه لازم نیست برای همچین افرادی رزومه بررسی بشه امیر عبداللهیان هم به نظر من از همین جنس افراد هست و ادامه ای این ویدیو رو میپرسم به پیام های شما یکی از دوستان زیر ویدیو مربوط به بحران کرونا نوشته که سلام من از مشهد پیام میدم و شغل ترافیکی دارم و هر روز مجبورم در مرکز شهر باشم واقعا اوضاع خرابه و متاسفانه خودروهایی که پلاک غیر بومی دارن خیلی زیادن و مسافرها اصلا رعایت نمیکنن و ندیدم مسافری ماسک بزنه وقتی هم تذکر دادن میگن اگه میخواستیم رعایت کنیم مسافرت نمی اومدین تو رو خدا سفر نکنید به مشهد زن و بچه ما گناه دارن من هیچ توضیح اضافه تری ندارم فکر کنم همه چیز این پیام وجود داره و دوست دیگه گفتن که اینو دیگه همه میدونن که ماسک نزدن سفر رفتن و حضور در مراسم عروسی و عزا یا جشن آمار کرونا رو زیاد میکنه مگه مراسم های عزاداری واسه افزایش آمار کرونا نمیشه خب همین ها میشه بعد گفته مردم امسال رو جلوی تلویزیون عزاداری کنن سال دیگه برون پیشواز محرم خب اینا همون موضوع مهمیه و همه میدونن که ماسک نزدنه مراسم رفتنه و چیزهای از این دست و عروسی رفتنه کرونا رو زیاد میکنه ولی واقعیت این هست که در جامعه که همین رو میدانند همچنان بعضی ها هستن که عادی انگاری کرونا براشون اتفاق افتاده یعنی این مقدار عادی شده براشون این بحرانه و خب به خاطر تداومی که بحران داشته طبیعتاً باید حق داد یکی دیگه از دوستان آقای محسن از بروجن یک پیامی رو دادن خیلی ممنونم من پیام شما رو دریافت کردم تشکر کنم از لطف شما دوست دیگه نوشته که بسیار عالی بود آقای تلگر پیشنادی داشتم برای برنامه خوبتون لطفا هر از گاهی مثلا دو هفته یک بار با خودتون رو برای این قضیه یه برنامه مفصل داریم اگر کسانی هم هستن که طراحان لطفا ما پیام بدن و یکی دو تا از دوستان پیام دادن و اون بک‌گراندایی که درست خیلی فوق العاده نمیدونم شاید ما یه مقدار حساس شدیم نسبت به این قضیه پیام بدید اگر نمونه دارید برام بفرستید تا به یاری خدا این رو به اصطلاح برایش یک فکر اساسی داشته باشیم یکی دیگه دوستان نوشته دوست عزیز من پزشکی هستم جالب پرستارهای ما از بیمارستان کرونا نمیگیرن و میرن تو عروسی کرونا میگیرن وقتی دولت جلوی عروسی ها را اصلا نمیگیره و گذاشته به عهده مردم از عزاداران مشتاق امام حسین میشه انتظار محدودیت داشت علامت سوال بعدی رو بخونیم نوشته که آقای تلیگر لطفا این جملت رو تحلیل کن سعید محمد نمیتونه توی کابینه نباشه فکر کنم این سیاسیون ماها رو گول زدن یه ویدیو ساختن در برای عدم حضور سید محمد در کابینه اشاره کردم به بحث استانداری ویژه و بلوچستان اون ویدیو رو ببینید انتهای اون ویدیو هم گفتم بعد از اینکه تکلیف استانداری ویژه خوزستان و سیستان بلوچستان روشن بشود نکاتی رو خواهم گفت در قالب یک ویدیو بریم بعدی رو ببینیم گفته که آی سلام هم به شدت مایوس شدم چون جای سردار ما در کابینه خالیه فکر میکنم که حسه قابل درکه گفتم دیروز گفتم در استوریای اینستاگرامم هم آمدانه هر روز دارم برای رفقایی که میدونم کلافن مینویسم این حسه خیلی قابل درکه هم هواداران سید جلیلی که مکرر به پیام دادن که به شدت عصبی هن از این که خب ایشون انصراف داد و نکاتی رو بهشون گفتم نمیخوام دوباره تکرار بکنم هم هواداران سید محمد احساس میکنم نکته که الان میتونم بگم اینه که حس شما برای من قابل درکه نکته ای رو اجازه بدید که فعلا اضافه نکنم این موضوع پیام بعدی رو بخونیم گفته که پنجاه ساله هستم همون لذت از تحلیل های شما بردم از سلام علیه حسین مخلصیم ممنون از پیام ارزشمندتون یکی دیگه از دوستان گفته که آقای گزارش گل. چند روز پیش یه ویدیو پخش شد از بیمارستان مجهز ولی خالی از پرسنل و مریض در کرج آقای حقیقت بله بله حقیقت داره عکسش رو دارید مشاهده میکنید اصلا به صلاح درگیر بحث کرونا نشده بود این بیمارستانه و بعد از اینکه این عکس این ها و فیلم ها منتشر شد دستگاه غذایی وارد میشه و اون بیمارستان الان مشغول کاره فعال شده رئیسش رئیس جدیدی رو براش انتخاب کرده اند داره فعالیت خوش رو شروع کنه تفهیم هم شده داستان براش کامل توضیح داده شده الان داره فعالیت خوش رو انجام میده متاسفانه نکته حیرت آوری که گفتیم کاملا صحت داره ایشون هم نوشتن که من به هیچ عنوان مذهبی نیستم ولی این مکتب امام حسین بارهای بار از همون محافظت کرده و یک نوع همبستگی ملی به وجود آورده به خاطر همین خیلی مورد حجم قرار میگیره یا حسین و پیام های شما رو خوندم یکی از دوستان گفته این پیام رو در حالی میدم که خانوادگی کرونا گرفتیم در قرنطینه خانگی هستیم فکر کنم شهرمون گنبد کابوس به لحاظ جمعیت این یک ماه بیشترین مبتلا به فوتی کرونا رو داشته و داره از تجمعات انتخاباتی که با توجه به بحث قوم مذهبی فوقالعاده شلوغ بود تا خریدهای عید قربان که ترکمنها عید رو خیلی خیلی بزرگ میگیرن و در بازارها جای سوزن انداختن نبود و همچنین عروسی های سنتی و شلوغ این منطقه همه و همه باعث شد که شهر دوچار بحران بشه فقط خدا خودش رحم بکنه الهی که سلامت باشین خیلی ممنون از اینکه پیام دادین استراحت بکنید زودتر خوب بشید که پیام بیشتری رو برای ما ارسال بکنید الهی که حال دلتون خوب باشه ممنونم از پیام که برامون میفرستین وقتتون بخیر